گفتیم خیلی ساده است، فقط من سریع مرور میکنم اولین الگوریتمی که با هم دیگه داشتیم میخوندیم. گفتیم که اگر دیتابیس تراکنشامون به این شکل باشه، علاقه داریم به این شکل باشه میگفتیم اپیوری میومد اول چیکار میکرد؟ اول میومد گفتیم که دو تا چیز میساخت، یکی کندیدیت، یکی یه سی میساخت، یه ال میساخت یا الکتری، یعنی آیتم ستمونه میساخت. میگفت اول از همه بیا اینا رو مرتب بکن بر اساس تکرارشون، اول وان آیتم ست ها رو پیدا بکن، یعنی اون آیتم هایی که وجود دارن توی دیتابیس رو مشخص کن، که حالا ما تو دیتابیس اون آ تا ای بیشتر نداریم. بعد مشخص کن ساپورت هر کدوم چنده، یعنی توی چند تا تراکنش تکرار شده. بعد اونایی که حد پایین از مین ساپورت کمترن، یعنی به عنوان اینایی هستن که تکرار نمیشن، رو کنار میذاریم. و بعد گفتیم برای تولید مرحله دوم وقتی میخواییم توی آیتم ست رو استفاده کنیم، دیگه دی رو استفاده نمی کنیم، چون یه قاعده کلی بود میگفت که اگر چیزی خودش فریکوئنت نباشه بیایی با یه چیز دیگه جمعش بکنی، مطمئنا حاصل تو هم دیگه فریکوئنت نخواهد بود. قاعده ای که برای اپیوری داشتیم. بعد تو آیتم ست ها رو می ساختیم، اگه یادتون باشه از روی اون دوره ساپورت ها رو حساب می کردیم، دوره اونایی که کمتر از دو بودن رو کنار می زاشتیم، اد تو رو به دست می آوردیم، دوره از اون اگه یادتون باشه این دو مورد دیگه هم باید می زاشتیم، کندیدیت سه به دست می آورد، دوره حسابش می کردیم و در نهایت ماکسیموم فریکونس ست رو پیدا می کردیم. الگوریتمش چیز خاصی نداشت، اینا رو با هم دیگه مرورش کرد. در مورد ساپورتش هم حرف زدیم که چجوری به دست میاد، گفتیم که اگه یادتون باشه یه قسمت رو میگیم S، یه قسمت از کل آیتم ست ها اون مجموعه که سمت، مثلا اگر A و B C باشه اینجا، اگر R انتخاب شه اینجا B و C، بعد کانفیدنسش چجوری به دست بیاد رو هم حساب کردیم. ساپورت هم تو خود الگوریتم به دست میاد. خب اینها رو با هم دیگه مرور کردیم تا رسیدیم سر افزایش بهره‌وری الگوریتم اپیوری. میخوام بگیم که اپیوری یه مقدار داره کند عمل میکنه، در واقع برای اینکه این آیتم ست ها رو فرکانتشون رو پیدا بکنه، این دیتابیسمون رو مرتب داره مرورش میکنه. قبول داریم؟ هر دفعه یه آیتم وان آیتم ست که درست کرد میگه آ و بی و سی و دی و ای هستن. خب برای آ باید سرچ بکنه، حالا لازم هم نیست، یه بار سرچ باید بکنیم این وان آیتم ست ها رو ببینیم چند بار تکرار شده. دوباره وقتی تو آیتم ست ها رو دیدیم باید دیتابیس رو دوباره مرورش کنیم ببینیم توی چند بار تکرار شده، و همیشه تا آخر باید هی مرتب این دیتابیسمون رو مرور بکنیم. در نتیجه از این نظر یه مقدار مشکله، چون که ما پایگاه دادمون رو چندین بار داریم مرورش میکنیم، سعی میکنیم این اسکنمون رو یه مقدار کمش میکنیم، هرچی کمتر باشه بهتر باشه. چون اگر مثلا فرض کنیم یه میلیون رکورد باشه و آیتم ستون تعدادشون زیاد باشه، اون وقت حجم تراکنش ها و در حجم این سرچه رو خیلی میره. نتیجه سعی اولیمون اینه که این تکرار دیتابیس رو اسکن شدنش رو کمش بکنیم، یعنی تا حد امکان کمتر دیتابیسمون رو مرور بکنیم. از جهتی اگر تعداد کاندیدا زیاد باشن، خب ما بازم سرچمون زیاد میشه، برای هر کاندید باید حساب کنیم ساپورتش چیه. پس اگر اون کاندیدهایی که نمیتونن توی جواب نهایی باشن رو زودتر حذفشون کنیم، بازم برامون بهتره.
رو میگیم کلا محاسبه ساپورت توی این دو تا حالت خیلی زمانگیر هست و ما میخوایم چیکارش کنیم در واقع اینها رو کمش کنیم. چه کارهایی میتونیم برای اپیوری انجام بدیم؟ یکی اینکه اون مورد اول رو کمش بکنیم، تا حد امکان اسکن دیتابیسمون رو کمترش بکنیم. مورد دوم اینکه وقتی کندیدیت تولید میشه سعی بکنیم همش تولید نشه، تا حد امکان فقط مفیدها ایجاد بشن. و اینکه آیا روش‌های وجود داره ما این ساپورت رو سریع‌تر حسابش بکنیم؟ نخواهیم این دیتابیسمون رو مرور کنیم ساپورت رو حساب کنیم. یعنی سه تا مشکل اون بالا مطرح میشه که در واقع راه حلش اینه که این سه تا مشکل رو تا حد امکان کمش بکنیم. خب دیگه حالا روش‌ها رو با هم کنیم. برای این منظور میشه گفت که 5 تا روش وجود داره. هر کدوم از این روش‌ها یکی از این سه تا مشکل رو سعی میکنن حلش بکنن. یکی استفاده از توابع در همسازی یا هش بیس فانکشن ها هستن. یکی این که تراکنش هایی که داریم بررسی میکنیم رو کمش بکنیم، ببینیم چه روش هایی وجود داره. یه روش هست پارتیشن بندی، یکی نمونه برداری و یکی شمارش پویا یا آیتم ست ها. این برای اینکه ساپورت رو سریع تر حسابش بکنه. هر کدوم پس از این 5 تا روش داره یکی از اون چالش ها و یکی از اون مشکلات رو سعی میکنه کمش بکنه، یعنی کاهش بده اون مرور پایگاه داده یا تعداد کاندیدها یا هرچی. مرور میکنیم روش ها رو با هم دیگه. اولین روش رو میگیم در همسازی. هدفش چیه؟ دو تا هدف دنبال میکنه. مورد اول یکی این که مجموعه کاندیدی که تولید میکنه رو کمش بکنه و اسکن مجموعه داده رو تا حد امکان کاهشش بده. خب ببینیم وقتی میخواد کندیدیت کار رو مثلا، یعنی کندیدیت دو با آیتم ست یا کندیدیت سه آیتم ست رو کاهش بده چیکار میکنه؟ فرض بکنید الان ما میخواییم تو آیتم ست ها رو تا حد ممکن چیکارش کنیم؟ کاهشش بدیم. حواستون باشه هم کاهش مجموعه کاندید هم اسکن مجموعه داده رو میخواییم کمش بکنیم. میگیم که وقتی تو آیتم ست رو میخوایی ایجاد کنی صبر نکن که وقتی وان آیتم ست ایجاد شد بعد از اون بیای تو آیتم ست رو ایجاد کنی. همون وقت که داری وان آیتم ست رو ایجاد میکنی برو قدم بعدی تو آیتم ست رو هم ایجاد. یعنی وقتی آ رو داری بررسی میکنی، بی رو بررسی کردی، بگو آبی هم توی آیتم ست هم هست دیگه، لازم نیست صبر کنی برای مرحله بعد. بعد میایم حالا توی وان آیتم ست رو که داریم مرور کردیم، تو آیتم ست رو هم زمان باهاش درست کردیم، میگیم بیا از یه تابع در همساز استفاده بکن و این مقادیری که به دست میاری هشش کن. حالا با مثال توضیح میگیم. پس وقتی تو آیتم ست رو در آوردی باید هشش بکنی. هر کدوم از اون هش هایی که به دست میاریم قرار میگیره توی یه بخش، توی یه باکت، حالا بر اساس مطابع هشی که داریم. و میگیم که به این روش اگر تعداد اعضای اون باکت کمتر از ساپورت بود اون وقت اون تو آیتم ست اصلا مکرر نخواهد. خب ببینیم حالا با مثال معنیش چی بود. فرض کنید تراکنش های پایگاه دادمون این شکلی باشه، یعنی همون مثالی که تا حالا داشتیم، 9 تا تراکنش، توی هر تراکنش یه سری آیتم وجود داره. گفتیم که اول از همه با این آیتم ست ها رو داریم دیگه، آی1 تا آی5، آی تو آیتم ست ها رو همزمان میتونی ایجاد کنی، آی1 که درست شد آی2ش میشه آی1 و آی2، بعد آی1 و آی3، آی1 و آی4، آی2 و آی3، همینجوری درست میکنی. درسته؟ یه تابع در همساز باید معرفی کنی به عنوان هش فانکشن که دو تا مقدار ورودی میگیره. حالا درست کردن این هش فانکشن کار میکنه، یعنی در اون به اصلی ترین بخش کاهش مرورمونه. یعنی ما باید یه روشی بدیم که حالا کمش بکنیم. ببینیم حالا فعلا
متابعش چیکار میکنه؟ میگه اول ایکس رو بگیر، مقدارش چیه؟ ضرب در دهش کن به اضافه اون مقدار وای بکن، یعنی اگر مثلا یک و دو بود، یک رو ضرب در ده کن به اضافه دو کن، میشه دوازده، باقی ماندهش رو بر هفت بگیر. درست؟ یعنی دو تا آیتم سر که بهش دادی یه عددی بهت میده. عددی که بهت میده از چند تا چنده؟ صفر تا شیش، درسته؟ باقی مانده بر هفت صفر تا شیشه، درسته؟ پس اون چیزی که هش فانکشن به تو میده چیه؟ از صفر تا شیش بیشتر نیست. پس این میشه اون چیزی که در واقع هش فانکشن میتونه برگرده. این باکت کانت رو در نظر فعلا نگیرید، یعنی سکتایی که نتیجه یا حاصلتون آخر کار میاد. شروع میکنه میگه که در واقع وقتی تو توی وان آیتم ست داری دیتابیست رو برای اولین بار مرورش میکنی، این جدول رو برای توی آیتم ست هم درست کن. یعنی اولین بار مگه نمیم آی یک رو دارم مرور میکنم که چند بار داره تکرار میشه توی وان آیتم ست؟ یه همزمان بیا تو آیتم ست رو تا اینجوری ایجاد کن. ببینید چه شکل من میگم تراکنش اول رو دارم میبینم، خب سیف میکنم که آی یک یک بار تکرار شده، درسته؟ آی دو یک بار، آی پنج یک بار، همزمان با اون سیف میکنم آی یک آی دو هم یک بار، دو پنج هم یک بار، یک پنج هم یک بار، درسته؟ اما لازم نیست دیگه این دفعه ساپورت حساب کنم. ببین من میخوام ساپورتم رو تا حد امکان کاهش بدم محاسبش رو، درسته؟ میگم وقتی تو پیدا کردی هر کدوم از این آیتم ها یک بار داره تکرار میشه، تو آیتم ست تو به صورت جایگشتی درست کن، آی یک دو، یک پنج، دو پنج، درسته؟ بعد به جایی که ساپورت حساب بکنی بیا چکار کن؟ از تابع هش استفاده کن. یک و دو میشه کجا؟ پنج میشه، درسته؟ پس یک و دو رو اینجا قرار بده. بعد چی رو داری؟ یک و پنج رو داری. یک و پنج اینجا قرار میگیره، میشه باقی ماندهش یک. ده به اضافه پنج میشه چرا؟ نه، یک و پنج، یک ضرب در ده به اضافه پنج مونده تقسیم بره هفت میشه یک، میشه چهارده میشه یک. پس یک و پنج اینجا قرار میگیره و دیگه چی داریم؟ دو و پنج، دو و پنج هم میره مثلا اینجاست، چه چون، درسته؟ میری تو تراکنش دوم. تراکنش دوم رو هم داری وان آیتم ست حساب میکنی، همون وقت دیگه لازم نیست تو آیتم ست هم حساب کن. دو و چار داری میبینی، دو و چار رو بذار توی تابه، مثلا کلو برام گیره اینجا با، درسته؟ باقی ماندهش میشه سه. خلاصه یک بار شروع میکنی مرور کردن چی؟ دیتابیس. خب وقتی دیتابیس تا مرور کردی، اونها اینجا براش یه ساپورت تعیین می‌کنه، مثلا میگم اینجا گذاشتم، مثلا میگیم اگر این ساپورت رو این دفعه سه بگیری، اون وقت هر کدوم از این باکت ها، اینا رو میگیم چی؟ باکت، چیزی که خروجی تابع هشم، اگر کمتر از این ساپورت بود یعنی اون تو آیتم ست فرکوئنت نیستش. پس در واقع این ستایی که از سه بیشتر هستن میشن چی؟ پرتکرار. دو آیتم ست های پرتکرار دیتابیس. من اینجوری یک بار مرورش کردم و پیدا کردم تو آیتم ست هایی که مکرر هستن چی؟ واضحه؟ فرقش با روش قبلی چیه؟ شما تابع هشت رو باید چجوری بگیریم که یه همچین چیزی به دست بیاریم؟ مثلا الان اجرای شده چی؟ یک بچه های واسه رو پنگیم؟
تام. همین دیگه. باید توی تابع هشمون چیزی که گذاشته مطمئن بشه که حتی اگر این اتفاقات افتاده، ببین الان دو تا آیتم ست مختلف روی یک از این پاکت ها با هم دیگه چیز شدن، همون چیزی که داشتیم توی ذخیره بازیابی، در واقع دو تا چیز متفاوت هستن اما هششون یکسان میشه. خب این داره به روش، یعنی اصلا اصل کارتون توی این روش برای اینکه دیتابیستون رو کاهش بدید همچین چیزی رو پیدا کردن، یعنی این تابعی که پیدا کرده باز میگه بر اساس اینکه این اتفاق پیش بیاد باز من مطمئنم که کمتر رخ میده، که مثلا اون صفر اگر فریکوئنت شد من مطمئنم که چیا فریکوئنت. در مورد اینکه حالا مثلا فرض بکنید این صفر جایگشت های مختلف اینجا رخ بده، یعنی مثلا چند تا 3-5 بخوره با چند تا 1-4، درسته؟ چیکار کنیم؟ مثلا فرض کنیم اینجا مثلا 4 تا توی باکت قرار بگیرم که چند تاش 1-4 باشه چند تاش 3-5 باشه. اتفاق میفته چون که شما مود 8 بگیری با قیمانده شون بازم 1 میشه هر دو دیگه. بستگی داره که شما وقتی در واقع اینجا چند تا آیتم داریم، 5 تا آیتم داریم، وقتی مود 7 گرفتیم ما 6 تا باکت درست کردیم، در حالی که تعداد ترکیبایی که ممکنه درست بشه چند تا؟ 8 تا باکت ها، 8 تا یک بیشتر اولیش 4 و 3 و 2 و 1 تعدادش زیادتر بود و تنوع بیشتری بود این اتفاق بیشتر هم رخ میداد. اینجا یه بار رخ داده توی جای دیگه هم ممکن بود بیشتر رخ بده. اگر اینجا که تکرار بود و این تعداد تکرار زیاد
باکتر. یه سرچ بکنیم ببینیم که چه شکل داخل باکت قرار داره. اگه نه ببین توی درهم سازی اون اتفاق همیشه رخ میده که ما در واقع یک کامپلیکس پیدا میکنیم، یعنی اصلا اصل اساسی درهم سازی بر اساس اینه که ممکنه این اتفاق پیش بیاد اما قرار است کم پیش بیاد، متوجه؟ یعنی ما قرار نیست که مثلا مدل دو حساب بکنیم که این اتفاق زیاد بشه. توی درهم سازی ما کامپلیکس رو داریم که براش حالا روش‌های ریزولوشن هست اما قرار کمتر پیش بیاد و این مشکلات رو وجود داشته باشه. حالا شما مثلا فرض بکنید آیا بین این یک تا پنج یک نگاشت دیگه بین دوتا هست که مثلا دقیقا دوره صفر بشه، حالا مثلا صفر افتاد ممکنه یه حالت های دیگه یه اتفاق بیفته. بعد میدونید این چجوریه؟ یک بار خب این رو روی یک مجموعه خاص تستش میکنن، یعنی فرض کنید تراکنش رو داره مثلا یک ماه خریدش رو داره، روی یک ماه این روش رو پیاده سازی میکنه با تابع های مختلف تستش میکنه که ببینه آیا روی این مجموعه‌ای که داره تست میکنه مثلا برخوردها بیشتر، یعنی حالت هایی که این اتفاق پیش میاد و تعداد تکرارشون زیاده و بعدا محاسبه ما رو ممکنه مشکل بکنه، اگر زیاد هست مجبور میکنه عوض کنه. یعنی در واقع مثل این میشه، مثل اینکه یک ماه روش تست انجام میده با تابعهای مختلف ببینه روی فروشگاه خودش چه اتفاقی میفته، اگر اون مورد جواب داد برای سالهای مختلف ازش استفاده کنه. این تابع میگن این روش ها همشون خطا داره، حالا مثلا نمونه برداری ها میگن پارتیشن بند همشون توشون خطا وجود داره، اما خطایی که ما داریم بررسی میکنیم میگیم که نسبت به اینکه مموری استفاده بکنیم و محاسبات رو کم بکنیم ارزشمند. یعنی همیشه تو هر 4-5 تا روش ما خطا رو خواهیم داشت. این نیست که صفر باشه و بگیم روشی، وگرنه گفتیم که در واقع خب اپیوری حتما در همسازی باید داشته باشه. اینا اکستنشن هایی که میتونیم داشته باشیم. حالا میگیم روش های مختلف ممکنه این مشکل رو پیدا کنیم. تابعه هش اینجوری نیست که فرمول خاصی داشته باشه، یعنی شما میایید بر اساس اون ذهنیتی که دارید یه چیزی تعیین میکنید که اینها تقسیمش هم میشه، وگر نه اینکه بگیم حالا فرمول خاص و روش خاصی برای محاسبه داره نداره نیست، یعنی این ده و هفت بر اساس منطق چیز خاصی نیست که بگیم حالا حتما باید این فرمول خاصی نداره تابع در همسازی. این یه کار ابتکاریه که به این صورت میاد مثلا اون داده کاف کاهش میده تا حد امکان محاسبات ساپورت شما. خب یه روش دیگه میگم هر کدوم اینا بالاخره یه مشکلاتی خواهد داشت. قرار هست که این کارها رو ببینید یه بحث داده کاوی قضیه که وجود داره بحث آمار و ریاضیه، یعنی اینکه کسایی که آمار خوبی دارن یعنی توی فیلد آمار هستن و آنالیز آماریشون خیلی قدیم هست این چیزها رو بهتر میتونه درک کنه. حالا توی فصلهای بعد بیشتر هم میبینیم مورد رو که مثلا شاید کامپیوتری ها توی این زمینه خیلی قوی نباشن و یه سری چیزا رو فقط از آمار گرفتن یاد گرفتن و دارن به کار میبرن، در حالی که یه فرد آماری شاید مثلا روش های درست تری داشته باشه. خب توی این روش میخواییم تراکنش هایی که بررسی میکنیم رو تا حد امکان کمش بکنیم. پس توی هر مرحله تعداد تراکنش هایی که میخواییم برای مرحله بعد اسکنشون بکنیم رو کمش کنیم. خب ببین چجوریه، میگه که بیام یه سری تراکنش رو اگر یه جایی رسیدم برای مرحله بعدی ازش استفاده نکنم، یعنی
کلن تراکنش رو دیگه چی؟ ایگنورش کنم، توی محاسبات من دیگه از به کار نیاد. ایدهش چیه؟ دیگه اگر یه تراکنشی داشتیم، داریم بررسی میکنیم اپیوریا، داریم 1 item set 2 3 داریم میسازیم، خب یه جایی رسیدیم که هیچ که آیتم ستی توش مکرر نباشه، یعنی اون مثلا فرض کنیم رسیدیم به 2، بعد هیچ کدوم ترکیبای دودویی که توی این تراکنش هست هیچ کدومش توش پرتکرار نیست. پس این تراکنش حاوی هیچ که آیتم ست پرتکراری هم نیست. میگه اگر یه همچین تراکنشی پیدا کردی، این مطمئنن نمیتونه که پلاس وان آیتم ست پرتکراری هم داشته باشه. واضحه؟ پس یه تراکنش اگر رسیدی، مثلا منظورم رو با شکل میگم، مثلا رسیدی به مثلا T5، خب T5 چه تو آیتم ستی داره؟ 1 و 3. میگه 1 و 3 رو اگر مثلا فرضمون رو بذاریم که پرتکرار نباشه، که هست فرض میکنه اگر پرتکرار نبود، مطمئنن اگر رسیدیم به کافلاس وان آیتم ست دیگه لازم نیست این تراکنش تیپ 500 رو توی محاسباتمون تحلیلش بکنیم. واضحه؟ پس تراکنش رو برای ادامه محاسبات حذفش میکنیم، دیگه لازم نیست ازش استفاده بکنیم. از بعدش، یعنی برای اگر تا کافی داشت کردیم، برای همه جی آیتم ست هایی که بعد از اون هست دیگه لازم نیست این کار رو تکرارش بکنیم. یه ایده خیلی پیچیده نیست، این یکی واضحه و دقیقه، یعنی کاملا ایدهش درست. خب مورد سوم میگیم که بیاییم و پارتیشن بندی بکنیم. این یه ذره باز من حدیه کامش مادت تو حالت انسان به سه تا بود ما مثلا میدیدیم چوبا میدیم و مثلا سوال گفتیم در نظر میگیریم حالت بعدی شد توی کاهش دیدیم اصلا فریکونت یعنی چی؟ یعنی که باید از میل ساپورت بیشتر باشه، پس اگه کمتر بود باید همه ترکیب باشه حساب کنه. حالا مثلا اینجا دو تا بود، 1 2 3 بود، 1 2 1 3 و 2 3 حسابش رو میکنی، اگه هیچ کدومشون پرتکرار نبودن دیگه 1 2 3 حتما پرتکرار نیست، بیش از میل ساپورت تکرار شده باشه توی کل دیتا بیس. تمام خب خودش رو حذف میکردیم، اما ممکنه توی ترکیبات دوره بیومد. یعنی مثلا فرض بکن بکن 1 مثال 800 رو میزنم، تی 800 رو میگه که اگر دیدی هیچ کدومه مثلا توی آیتم ستش، توی آیتم ستش هیچ کدوم از 1 2 2 3 3 5 همه ترکیبات دوتاییش، یعنی توی آیتم ست هیچ کدومش پرتکرار نبود، مطمئنن توی این تراکنش توی آیتم ست فور آیتم ست های پرتکرار هم وجود نخواهد داشت. در نتیجه توی محاسبه ساپورت های ادامه وقتی میخوایی 3 آیتم ست رو حساب بکنی دیگه لازم نیست این تراکنش رو در نظر بگیری. چرا؟ چون که مطمئنا توی محاسبه ساپورتت نخواهد آمد. خب میگن که توی روش قبلی هیچ وقت در مورد اکیوری هیچ وقت نمیگفت یه تراکنش رو حذف کن، خب مرور کن، اسکن کن. خب این میگه که اصلا لازم نیست دیگه این اسکن کنی، چون که ساپورت هیچ کدوم از این 3 آیتم ست رو پلاس ایوان نمی کنه، اضافهش نمی کنه، یه چیز ایده واضحیه. اما خب میگه مرگیاری در حالت عادی مرور میکرد بعد اضافه نمی کرد به ساپورت هیچ کدوم، میگیم که توی این روش میگیم که حذفش کن که دیگه اصلا توی مرورهای بعدی اصلا این روش بکنه. خب مدل بعدی پارتیشن بندیه. کی به کارش میبریم؟ وقتی که مجموعه
به ساپورت حساب کردن و این چیزای کارهای ارکیوی، درسته؟ در نتیجه حافظه من بیاری نمی کنه کل مجموعه دادم و بیارم توی حافظه اصلی، پس باید روی دیسک بمونه و تیکه تیکه بیارمش، درسته؟ خب حالا من اگر این اتفاق پیش بیاد و در واقع هی بیام یک تیکه، مثلا فرض کنید 10 گیگ رم منم 1 گیگ، فرض بکنید هیچ چیز دیگه ای هم نخوام، سیستم عامل هم نیست، هیچ چیز، پس این 10 گیگ رو باید 10 تیکش بکنم، هر دفعه 1 گیگ بیارم، بعد ساپورت اون تیکه رو حساب کنم، دوره بعدی‌ها رو بیارم، ساپورت اضافه کنم، همینجوری 10 بار این پارتیشن ها رو بیارم توی حافظه و چیکارشون بکنم؟ ساپورتش رو حساب کنم، دوره برای نمیدونم یک آیتم ست دیگه دوره این 10 تا رو هی تکرار کنم. پس این 10 گیگ هی داره از رو دیسک به حافظه اصلی میاد و میره، درسته؟ خب این زمانگیره دیگه، حالا دیدید دیگه برای سیک تایم سیلندر رو حافظه دیسک و در واقع ترانسپورتش به حافظه اصلی خیلی زمانگیره، چون حالا دیگه داریم کجاست و بعد بکشیمش میره رن گیم. آیا میشه با یه مقدار خطا این رو تا حد امکان کمش کرد که ما دیگه هی نیاییم انتقالش بدیم؟ میگه اول از همه دو تا فاز داریم، اول از همه داده ها رو میایم چند تا بخشش میکنیم، یعنی اگر مثلا 10 گیگ باشه و در واقع 10 تا تیکش بتونیم بکنیم که هر کدومش 1 گیگ باشه توی رم اونجا بشه، 10 تا تیکش میکنیم و فرض میکنیم الان هر کدوم از این پارتیشن ها توی رم من میتونه قرار بگیره، یعنی رم من به اندازه‌ای هست که به اندازه‌ای هر کدوم از این تیکه ها حداقل باشه. خب میگه که بیا از یه ایده دیگه استفاده کن. تو قبلا مگه نمیگفتی من دارم وقتی میگم یه چیزی فریکوئنت هست با مین ساپورت میسنجمش، که اگر از مین ساپورت کل دیتابیسم بیشتر بود اون فریکوئنته، درسته؟ اینو میگفتیم دیگه تو اپیود. تو این روش میگه با یه نرخ خطا این کار رو استاش کن. میگه چجوری؟ میگه مگه این رو 10 تا تیکش نکردی؟ درسته؟ فرض بکنید مین ساپورت من هم 20ه در حالت کلی، یعنی باید حداقل اون آیتم ست 20 بار تکرار بشه تو مجموعه دادن و فریکوئنت باشه. میگه اومدیم و چیکارش کردیم؟ 10 تا تیکش کردیم، پس انتظار داریم توزیع این آیتم ست توی کل دیتابیسمون نرمال باشه، یعنی توی همه تیکه ها این آیتم ست حالت تکرارش یکسان بشه. اون وقت چی باعث بشه؟ یعنی وقتی من توی یک تیکه اووردمش توی رم باید بگم اون آیتم ست از چقدر بیشتر باشه، درسته؟ بیادمش، یعنی از 2 تا بیشتر باشه دیگه من میتونم بگم که این فریکوئنت هست. پس ایدهشو فهمیدید؟ میگه من کلن باید توی کل دیتابیسم سرچ بکنم، اگر دیتابیسم اگر اون آیتم سد از 20 تا بیشتر تکرار شده وقت درسته. میگه خب حالا یک کار دیگه بکنید، من میتونم اینا رو هر دفعه بیارمشون توی رم همونجا فریکوئنت آیتم سد ها ما حساب بکنم و بعد کلیشو تجمیع کنم. چرا هر دفعه بیان برای هر آیتم ست 10 تا رو مرور کنم؟ همونجا که یکیشون رو آوردن همه آیتم ست ها رو چکار میکنم؟ حساب میکنم، درستشون میکنم و بعد تیکه بعدی رو دوره محاسباتش رو براش انجام میدم. فقط فرقش اینه که اگر از توی کل 10 تا تیکه باید از 20 بار بیشتر تکرار بشه، وقتی 10 تا تیکش میکنی انتظار داریم تو هر تیکه حداقل 2 بار تکرار بشه، یعنی 20 تقسیم بر 10 میکنیم. آره، توی این روش هدفش برای مجموعه داده هایی که خیلی حجیم و بزرگ هستن اینه که انتقال از دیسک به رم و برعکسش رو کاهش بده، نه حجم محاسبات رو، میخواد انتقال دیسکیش رو کم کنه. مطمئنا خطا هم توش پیش میاد. پس این دفعه چکار میکنیم؟ میگیم به جایی که مین ساپورت رو برای همه مجموعه داده حساب بکنیم، توی هر پارتیشن مین ساپورت رو ضرب در درصد تراکنش ها یا تعداد تراکنش. منظور
تراکنش هم درصد یا بخش های تراکنش. روش سوم هم فهمیدید. خب حالا چه اتفاق پیش میاد؟ ما توی هر پارتیشن یه سری آیتم ست پرتکرار پیدا کنیم. میگه که من آیتم ست های پرتکرار تو هر پارتیشن رو درش میارم. خب یعنی از اون می ساپورت نسبی که توی هر بخش هست رو در میارم، اما ممکنه توی کل دیتابیس هم اینا پرتکرار نباشه. خب اما ایدهش چیه؟ میگه اگه یه آیتم ستی توی کل دیتابیس هم پرتکرار بود، میتونم همچین نتیجه بگیرم که توی هر تیکه یا پارتیشن اون هم پرتکرار هست. یعنی مثلا اگه یه چیزی 100 بار توی دیتابیس من تکرار شده بود این تراکنش، انتظار من هست که چی باشه؟ توی هر 10 تا وجود داشته باشه. برای همین یه همچین ایده ای گرفته که میتونیم اگر یه آیتم ست توی یک بخش پرتکرار بود، تو کل مجموعه دادمون هم پرتکرار باشه. حالا ببینیم. حالا توی دومی مرور پایگاه دادم، وقتی دارم مرور دوم رو انجام میدم، میگم برای هر آیتم ستی که کاندید درست کردم باید ساپورت واقعیش رو حساب بکنم. بذار ببینیم اینجا چی میگه. میگه اول تراکنش های ممکن رو به n تا پارتیشن تقسیمش کن اون دی رو، بعد بیا توی هر کدوم از اون تیکه ها یک بار حساب بکن frequent item set ها رو، بعد این چیزها رو با هم دیگه یونیونش کن، ترکیبش بکن. حالا این چیزایی که پیدا کردیم قانون اول میگه ممکنه توی کل مجموعه دادت هم چی باشه؟ پرتکرار نشه شانسی. خب یه اسکن دومش گفته باید بیایم چیکار کنیم؟ مثالی که حالا به ذهن خودشون رسید همین قانون اوله که ممکنه توی هر بخش ممکنه پرتکرار یا کم تکرار بشن، اما وقتی تو کل جمعش میکنیم این اتفاق نمیفته. خب ما چیکار بکنیم؟ مثلا فرض بکن من توی این تیکه در بردم i1 i2 3 i1 i2 مثلا 4، همه جا چند تا فریکوینت یا چند جا فریکوینت نیست، توی دومین اسکنم اینها رو با هم دیگه ترکیبشون میکنم. میگه همین نمیشه توی کل مجموعه. اسکن دومو انجام میدم که ببینم کدوم ها فریکوئنت باقی میمونن توی کل. متوجه چی شد؟ ببین مثلا من اینجا در آوردم که i1 i2 بیش از مین ساپورت وجود داره. درسته؟ پس فریکوئنت هست. این میتونه هنوز کاندید باشه. پس i1 i2 رو میذارم کاندید. بعد اینجا مثلا دو بار تکرار شد، توی این تیکه 3 بار، توی این 5 بار، باید توی کلم چی باشه؟ پر تکرار باقی بمونه. پس کافیه ساپورتش رو با هم دیگه جمع کنیم. نرمال باشه. اولی مثلا تکرار میتونم 19 باشه، دومی 1. خب. اولی کانتی میشه، تو دومی حذف میشه. بعد تو مجموع که باید بیش از 20 باشه، حذف میشه. حذف میشه. این میگن که هر کدوم از روش ها یه خطاهایی دارن، اما قرار نیستن ما همین روش رو انجامش بدیم. یعنی ممکنه شما روش تو استاپ بکنیم، مثلا یه ایده است، میتونید بگی که من اینا رو که پارتیشن بندی میکنم چیکار بکنم؟ لازم نیست توی یکی از پارتیشن ها که فریکوئنت بود
حسابش میکنیم توی فاز دوم جمعه کلش رو در نظر میگیریم. ایدهش چی بود که میگفت حالا توی فاز این دو تا فازش بکنم؟ چون که اگر من تیکه تیکه بررسی بکنم و بعد بخوام تجمیع بکنم و بعد همین ایده دوم که من مطرح کردم درست در را اعمال بکنم، از یه این پیش میاد که من کاندیدایی که درست میکنم خیلی زیادم. یعنی من اومدم چیکار کردم؟ اومدم 10 تا تیکش کردم. خب تعداد کاندیدهایی که پیش میاد توی یک فریکوئنت تو 10 تو نقطه بعدی فریکوئنت نیست. بعد من اینا میگیرم فریکوئنت اون کاندیدیت. بعد دومی هم همینجوری. اون وقت تعداد این کاندیدیت ها خیلی زیاد میشه. اون وقت برای محاسبه بعدیم کمش میشه. میگه که اگر تقریبا توزیعم نرمال باشه باید توی همش چی باشه؟ فریکوئنت باشه. درسته مثال نقصش وجود داره که ممکنه توی یکی فریکوئنت باشه توی یکی نباشه، اما مجموعه که در نظر بگیری فریکوئنت بشه. اما میخواد تا حد امکان چیکار کنه؟ کندیدیت تولید کردنش رو کمش بکنه. چون اگر اون ایده دوم رو در نظر بگیریم که درست داره، اون وقت باید تعداد محاسبات اون رو زیاد کنه. این دیگه بسته به اپلیکیشن و اون سیستمی که در اختیار دارید داره که آیا میتونید محاسباتش رو ساپورت کنید یا نه. تراکنش ها یه تیک
بوده رو چجوری اعمالش بکنید کاملا باید به دیتابیسش مسلط باشید که چه اتفاقاتی داره اون زیر میفته. خب آخرین روش میگه که بیاین تا حد امکان اسکنها رو کمش بکنید برای حساب کردن ساپورت کردن. میگه که فرض بکنید من مگه اینجوری درست نمی کنم با یک آیتم ست لتیس درست میکنم، توی شروع میکنم، بعد اون آیتم ست ها رو درست میکنم، از روش پوبا رو درست میکنم. میگه که وقتی شروع میخواییم بکنید به در واقع محاسبش، وقتی آده رو کی میتونی حساب بکنی؟ وقتی پیدا کردی آده چی هم؟ این تقریبا همون چیزی که توی اپیوری هم نمانش. وقتی ما آده رو پیدا کردیم که پرتکرار هستن، آده رو هم شروع میکنیم به پرتکرار حساب کردنش. تقریبا چیز خاصی رو بهمون اضافه نمی کنه، چون میگه که مثلا BCD رم وقتی حسابش میکنیم که همه ترکیبای دوتاییش پرتکرار وجود داشته باشه. تقریبا همین کار رو ما تو در واقع انجامش میدیم، فقط ایدهش یه ذره متفاوته. وقتی من تو آیتم ستی مثل آده رو پیدا کردم، حالا برای بی سی دی کانتری آیتم ست بی سی دی رو پیدا بکنیم، باید چیا پرتکرار بشه؟ بی سی و بی دی و مجموعش فریکوینت بود شروع کن. ببین وقتی تو آیتم ست
بی سی و بی دی و سی دی رو پیدا کردی، اون وقت شروع کن به تری آیتم ست بی سی. همین تقریبا این دشت یک سان، این دشت تقریبا یک سان. خب تا اینجا چند تا روش رو با هم دیگه اینجا
مثلا دو تا به مینیمم ساپورت رسید، از این لحظه به بعد آبی احتمال وجود داشتنش هست. خب بنابراین از این لحظه به بعد شروع میکنم، مثلا اینجا از این لحظه به بعد شروع میکنم آبی آرام پیدا کردن، یعنی همچی که دارم میرم جلو هم دوباره آب خالی میگردم، هم دوباره بی خالی میگردم، هم دوباره آبی میگردم. البته آبی خالی دیگه به دردمون خیلی نمیکنه، چون فهمیدیم دیگه مینیمم ساپورت ها رد کرده. از جای بعد دنبال آبی ها میگردم. خب سی هم مثلا تعدادش زیاد میشه، سی هم تعدادش زیاد شد از مینیمم ساپورت رد کرد، دیگه دنبال آب و سی نیازیست بگردیم. دنبال کی باید بگردیم؟ آسی باید بگردیم. از اینجا بعد دنبال آسی ها داریم میگرد. خب حالا مثلا فرض کنیم بی سی تعدادش زیاد شد، بی دی هم همینطور، سی دی هم همینطور، یعنی سه تاشون مینیمم ساپورت ها رد کردن. از این لحظه بعد من باید دنبال بی سی دی هم بگردم، و قبل از این مطمئنم هیچ جای بی سی دی وجود نداشت، چون اگه وجود داشته من قبلا بی سی و بی دی و سی دی باید حتما به مینیمم ساپورت ها رد میکرد اگه قبل از این وجود داشت. اما چون اینجا تازه اولین جاییه که بی سی و سی دی و بی دی هر سه تایشون رسن به مینیمم ساپورت، از این لحظه بعد که در این الگو هم دوباره به وجود میاد. حالا این الگو بی سی دی ها شروع میکنیم از این لحظه بعد هر جایی دیدیم میشماریمش و میریم جلو. آره ببین یه هست تو یه مسئله براش می‌کنید. اسکن دیتابیسمون رو چجوری در نظر بگیریم؟ اگر ما فرض می‌کنیم که مثلا اینها رو این شکلی داریم پیدا می‌کنیم که من دارم بررسی می‌کنم آسی، وقت تراکنش اول که رد می‌کنم، مثلا فرض کن تراکنش اول آ داشت بی هم داشت، درسته؟ بعد رفتم توی تراکنش دومم آ داشت بی داشت، مثلا شما میگی که مثلا توی تراکنش سوم شروع بکنم به آبی پیدا کردن، خب تو دو تا اول هم بده، درسته؟ اصلا کاملا واضحه دیگه آبی فریکوئنت هست. نه یه منظور دیگه ای توش تو کتاب یه آیت مطابق آیت مطابق این آیت مطابق مستقیم آبی کشم رو بیرون رو بزن بکنم بیرون سرش کرد یه بار اسکن کامل حالا دقیقا بذارید قضیه چی بود. یه ایده دیگه ای داشت تو شمارشش، چون اینا را قبلا خوندم. حالا یه ایده خوبی داشت، اینجوری نبود که اینا اون مثلا من 10 تا درس می خونم و درس می خونم که فراموش کنم. خب به سراغ بیگروت روش دوممونه، اپیوری رو ساده است، بعدش یه سری در واقع بهبود روش دادیم. حالا میخوام ببینیم اسپیگروت رو چجوری کار میکنه، منطقش چیه. منطقش روش نوشته frequent pattern growth، یعنی اون الگوهای مکرر رو چکارش بکن، گسترش توسعه بده یا گروتش بکن. میگیم که روشش به صورت رشد الگوه یا پترن گروثه، پس هر دفعه به صورت افزایشی این کار رو میکنه. هدفش هم اینه که مثل اپیوری چکار نکنه، مجموعه کاندیدی تولید نکنه. روشش چرا ایجاد شد؟ چون یه سری ایب توی اپیوری وجود داشت. اپیوری خب حالا براش بهبودای زیادی هم خوندیم که مثلا محاسباتش رو کم بکنه، اما اپیوری داره سطح سطح بررسی میکنه، یعنی تراکنش ها رو هر دفعه یک بار بررسیش میکنه، بعد میاد یه مجموعه کاندید درست میکنه تازه از بررسیش، بعد میاد اونا تستش رو میکنه، اگر خوب بودن اون وقت جواب نهایی میده. برای همین تعداد کاندیدایی که درست میکرد خیلی زیاد بود، مرور پایگاه دادش زیاد بود، که حالا مثلا چند تا روش بود برای اینکه این مسئله رو کاهشش بده. روش فیگروث عکس اون دفتر سرچه، یعنی سعی میکنه عمقی کار بکنه و مجموعه کاندید رو صریح مثل اون تولید نمیکنه، شروع میکنه یه چیز دیگه رو درست میکنه. ببینیم که قضیه چی. میگه دو تا فاز اصلی داره فیگروث، یکی این که ما باید یه درخت درست کنیم FP3، اونو با هم دیگه یادش میگیریم چجوری FP3 از روی دیتابیسمون درست میکنیم، و بعد از روی اون درخت FP3 که توی فاز اول ایجاد کردیم یه سری FP3
منفی یا کاندیدشن ها درست میکنیم که از روی اون میتونیم الان چی رو درست بکنیم؟ فریکونت ست ها یا فریکونت آیتم ست ها رو پیدا بکنیم. ببینیم فاز اولش چجوری. پس اول باید از روی دیتا بیس هم بیام یه FP3 درست بکنم. ببینیم درخت FP3 چجوری درست میشه. میگه مرحله اولش مثل مرحله اول اپیوری هستش. پس باید بیام چیکار کنیم؟ وان آیتم ست ها رو در بیاریم. فرقش اینجا دیگه شروع میشه. دیگه فقط همین مرحله اولش شروع میشه. وان آیتم ست ها رو که در آوریم. یعنی آی یک آی دو آی اینا چند تا تکرار شده. میگه قبلا توی اپیوری چکار میکردیم؟ بعد آی یک رو یعنی ال یک رو در در ال یک میکردیم. ال دو به دست میمون شروع میکرد به حساب کردن. اینجا میگه وقتی وان آیتم ست درست شد شروع کن چی؟ مرتب سازیش بر اساس ساپورتش. پس اولین آیتم میشه بیشترین تکرار مرتبش. حالا میگه تراکنش ها رو شروع کن به بررسی کردن. وان آیتم ستت درست کردی، حالا شروع کن تراکنش ها رو بررسی کردن. میگه برای همه تراکنش ها این کار رو انجام بده. اقلام موجود تو هر تراکنش رو بر اساس این ترتیب اولیه‌ای که تو مرحله قبلی درآوردی مرتبش کن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید تراکنش اولتون آی یک دو مثلا آی سه دو یک تکرار شده، درسته؟ توش وجود داره توی تراکنش اولتون. بعد وقتی توی وان آیتم ست درآوردید که آی دو بیش از همین تکرار شده، بعد آی یک، بعد آی سه، پس تراکنش رو قلماش رو بر اساس اون ترتیبی که تو مرحله اول به دست آوردی دوباره مرتبش بکن و از روش درخت ها ایجاد کن. مثال بذارید این مثال دوم بهتر است. خب میگیم چکار کن؟ اول این دیتابیسی که تا حالا با هم دیگه داشتیم نقطه تراکنش بود توش آیتم آورد داشت. اول میایی مثل اپیاری چکارش میکنی؟ وان آیتم ستا رو درمیاری. فقط این دفعه باید بر اساس تکرار و ساپورتش مرتبش کنید. پس آی دو هفت بار تو هفت تا تراکنش بوده، اول میزانش و تراکنش های بعدی سوختش بکنید. تا اینجا واضحه؟ توی مرحله بعدی گفتیم چکار میکنیم؟ میایم تراکنش ها رو یک به یک بررسی میکنیم، بر اساس این ترتیب مرتبشون میکنیم. پس تراکنش اولمون میشه آی دو یک پنج، درسته؟ دو یک پنج، یک و دو و پنج هستن. یک و دو و پنج رو سورتش کن بر اساس وان آیتم ست ترتیبی میشه چی؟ دو یک پنج. خب بیا شروع کن. دو یک پنج مگه درست نکردی؟ FP3 با یک درخت شروع میشه که این درخت نود اصلیش نال، درسته؟ یعنی با یک مجموعه خالی شروع میشه. بعد بیا این درخت رو بر اساس تراکنشات درست کن به این صورت. گوش کنی، دو یک پنج پیدا کردی، شروع میکنی از گره نال بررسی کردن. اگر فرزند دوی داره اون فرزند رو ادامه میدی، اگر نداره اول کار که نداره دیگه، درسته؟ پس میای آی دو رو به عنوان یک فرزند براش رسمش میکنی. بعد چی میاد؟ یک. پس آی یک رو فرزند آی دو میذاری و بعد آی پنج رو فرزند آی یک میذاری. بعد کنارش ساپورترش رو مینویسی. یعنی همه اینها رو الان چند بار دیدی؟ یک بار، درسته؟ آی یک و دو و پنج رو یک بار دیدی هر کدوم. پس همش رو میذاری چی؟ آی دو یک، آی یک یک، آی پنج یک، درسته؟ بیر تراکنش دوم. تراکنش دوم چیه؟ دو و چهار. ترتیبشون چیه؟ دو و چهار. پس از نال شروع میکنی، چون فرزند آی دوش قبلا بوده رو همون فرزند حرکت میکنی، درست؟ فقط چکار میکنی؟ ساپورت آی دو رو میکنی دو، چون دومی بار داری میبینیش. اصلا لازم نیستم ببینی ها، چون میبینی توی برنامه نویسی قبلا یکه، یکی اضافه شد میشه دو. بعد چیه؟ چهار.
نبوده تا حالا، درسته؟ پس میایم چیکارش میکنیم؟ ایجادش میکنیم و ساپورتش رو یک. بعد تراکنش بعدی دو و سه، ترتیب دو سه، پس دو قبلا بوده میکنیش چی؟ سه، یعنی آی دو ساپورت سه، و بعد از دو آی فرزند سه بوده نبوده تا حالا، پس سه رو رسمش میکنیم و ساپورت رو فرقی نمی کنه درخت رو بعد ما تراورسش میکنیم، این که حالا فرقی فرزندی کار میکنه، یعنی اولویت و صورت نمی کنه شما به دست آوردنش واضحه؟ مشکلی نداری؟ پس آی دو کی شده هفت؟ هفت بار ازش رد شدیم توی هفت تا تراکنش که حالا همون ساپورتیه که توی ارکیوری هم به دست می اومد. شکل دیگه واضحه؟ این چیزها رو هم میتونیم انجامش بدیم که حالا مثلا بگیم که آی پنج توی اینجا ذکر شده و هر جایی که آی پنج ببینیم باید بهش متصل بشه. حالا من میخوام بگم از لحاظ ظاهری چجوری حلش بکنیم، بیا دنبال برنامه‌نویسیش هستم. Yeah.
فیتری رو خیلی ساده میتونیم از ایجادش بکنیم، وارد فاز دوم میشیم که میاد از روی فیتری چی میسازه؟ کاندیشنال فیتری. یعنی میخوایم توی الگوی دوم از این درختی که ایجاد کردیم یک سری کاندیشنال در بیاریم یا درخت شرطی در بیاریم و از روی اون میایم الگوهای مکررمون رو پیدا کنیم. چجوری این کار رو میکنیم؟ میگه از برگهای درخت شروع کن به بررسی کردن. پس همه برگا رو شروع میکنیم بررسی کردن. مثلا فرض بکنید توی مثالی که میخواییم با هم دیگه یاد بگیریم، از برگ آی 5 شروع میکنیم. خب اینها حالا توی برنامه نویسی در واقع وقتی میخواییم وصلشون بکنیم، یعنی اگر آی 5 وجود داشته باشه، به این صورت همه آی 5 ها رو باید با هم دیگه مرتبش کنیم تا برنامه نویسی شو بتونیم انجام بدیم. حالا از لحاظ دیداری شما مثلا خیلی لازم نیست همچین چیزی وجود داشته باشه، اما خب توی برنامه نویسی اون وقت میبینیم سخته. فرض میکنیم میخواییم به چی برسیم؟ برگ آی 5. ببینیم چجوری درخت شرطی آی 5 رو درستش میکنیم. میگه که شروع کن مسیرهایی که به آی 5 ها ختم میشن رو پیدا کردن. پس یه مسیر داریم که این سمت میره به آی 5 میشه، این میشه مسیر اولمون. یه مسیر دوم هم وجود داره که میشه مسیر دوم، درسته؟ آی 5 تو دو جا هست، دو تا مسیر از ریشه به این آی 5 وجود داره. قبول داری؟ پس دو تا مسیر الان پیدا کردیم، آی 2 1 3 5 و آی 2 1 آی 5 با ساپورت هر رو. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آی 5 به عنوان این چیز پسوند الگومره، یعنی آخر کاره. میخوایم چجوری به آی 5 رسیده باشیم؟ میگیم از دو طریق یا از دو تا شاخه 2 1 3 و 2 1 یعنی 50 شاخه بکنیم میتونیم برسیم به آی 5. اینها تشکیل چیا میدن؟ تشکیل کاندیشن پتر بیس میده. در واقع این دو تا میشن دو تا تراکنشی که الان قرار شما بررسیشون بکنید. یعنی فرض کنید دو تا تراکنش الان داریم، یه تراکنش 2 1 3 هست، یکی 2 1. خب پس این دو تا رو در نظر میگیریم. خب بعد این دو تا رو که در نظر میگیریم، یعنی 2 1 و 2 1 3، میگه آی 3 این دفعه حذف میشه. چرا؟ برای همین میان چیکار میکنیم؟ میگیم که فقط آی 2 و آی 1 وجود داره توی در واقع درخت حاصلم. بعد چند بار توی هر کدومش تکرار شده؟ ببین یک بار دیگه درخت رو میکشیم. درخت دوباره چیه؟ 2 1 و 2 1 3. 2 3ش که حذف شد. خب پس یه درخت داری که 2 1، دوباره بعدی هم 2 1. دو بار ازش رد شدی، یکم دو بار ازش رد شدی، هر دوتاشون بالای مین ساپورت هستن. پس در واقع این دوتا میشن فریکوئنت آیتم ستتون که شما ترکیبات اون دوتا رو با آی 5 به دست میارید. یک بار میشه 2 و 5، یک بار 1 و 5، یک بار 2 و 1 و 5. بذارید یه مثال فکر کنم باشه. اینجا مثلا این همون مثال فکر کنم آی 5 توش هست. خب پس این همون مثال آی 5 و 4 و 3 و 1 توی برگاه هستن. برای هر کدومشون کاندیشن بتر بیس میشه چی؟ میشه اون مسیرهایی که به اون ختم میشن، درسته؟ پس برای اینکه به آی 5 ختم بشیم، یکی 2 1 داریم، یکی 2 1 0 داریم. بعد از روش یک درخت شرطی درست میکنیم، از روی اون درخت شرطی میایم چیکار میکنیم؟ فریکوئنت آیتم ستمون رو پیدا میکنیم. و
مثلا فرض بکنید توی i3 این دفعه i3 رو بررسی کرده، i3 چه مسیرهایی داریم؟ 2, 1 و 2 و 1، درسته؟ این 5, 4, 3 تا مسیریه که به چی ختم شده؟ به i3. میگه فرض بکن دوره میایی چیکارشون میکنی؟ اینا 3 تا تراکنش از روش درختش رو ایجاد میکنید. پس اولیش میشه چی؟ 2, 1، درسته؟ چون 2 تا حالا وجود نداشته، 2, 1، 1, 1، درسته؟ با سپورت 1. بعد چیه؟ i2، بعد چی؟ i1، چون قبلا فرزنده 1ش نبوده میشه چی؟ i1. خب حالا این مسیرها در واقع میشن چی؟ آیتم ستا یا کاندیشنال پترن قبلن ببین i2 رو قبلن پیدا کرده توی چیزه 2. ببین اینجا میتونید پیدا بکنید از اون کاندیشنال پترن بیس که اول از p3 به دست آوردی پیداش میکنه. فکر میکنم حالا این مثال دقیقا اینجا وجود داره برای اینکه به نه این برای این مثال نیست. صبر کنید ببینم. اینم نیست. فکر میکنم برای همین مثال وجود داشته باشه. آره یه ذره مثالش بار. درستتون تا یه استراحت می‌کنید.